دنیای زیبایی ها و عظمت ها و ظرافت ها و چیزها و سوژه های چشم‌نواز و دلنواز و روح‌نواز دنیا رو فرا گرفته. این همه زیبایی، رنگ دنیا، رنگ طبیعت، یا آبی نیلگون آسمان دیگه، دو سومش هم که آب، سه چهارمش هم که آب، بازم نیلگونه، چقدرش جنگل بازم سبزه. این رنگ سبز و این آسمان نیلگون و این آب دریا و اقیانوس های آبی متمایل به سبز، همه چشم نوازن. یکی از نام های الله لطیفه، یعنی کسی که ظرافتکاری بلده. الله زیبا آفرین، زیبا پسنده. خوب دقت بکنید، الله زیبا آفرین، زیبا پسنده. خوب دقت بکنید، الله زیبا آفرین، زیبا پسنده. با لباس خواب نیایی مسجد، با شلوارک نیایید. آیا وقتی میاد مسجد یه غسل میزنید، یه مسواک جانانه میزنید، لباستو اتو میکنید، بوخوشی به خودت میگیری، عطر آدکلن، کفشاتو واکس میزنید، یا همینطوری شلخته میاد؟ زیباترین و بهترین زینتتو باید برای مسجد بگیرید. این فرهنگ مسجده. چرا مساجد ما بیرون شدن؟ چون جایگاهشون، خونه هامون مجلل، خیلی عالی، لباس هامون خیلی عالی، برای مناسبت ها خیلی عالی. پس این همه زیبایی در دنیا. الهی ای زبانها، از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا، به کوه و جنگل و صحرا و دریا، توی پیدا تر از پیدا خدایا. در رأس همه زیبایی ها این الله زیبا آفرین، زیبا پسنده. پس ظاهر و باطن خودمونو زیبا بسازیم. خداوند دو تا صدا رو خیلی دوست داره بشنوه و دو تا اعتراف رو خیلی دوست داره که بشنوه. اول صدایی که دوست داره از بندش خیلی بشنوه، خصوصا تو این وقت شب، صوت و صدای آواز بندش با کلام رب العالمینه، با قرآن. این صدا خیلی دوست داره که آواز بندش بلند بشه به درگاه خودش با تلاوت کلامش، و تا میتونید صدا تو زیبا بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند از ما نیست کسی که با قرآن خوش آوازی و خوش آهنگی نکنه. اینو داشته باشید. اینجا زهرا بعد از نماز ظهر حلقه خیلی مفید هست، خیلی حلقه مفیدی هست برای زیبا خوندن، علم تجوید. دو، صدای آه و ناله و زاری، این صدای لرزان توأم با سوز، وقتی که از بندش بلند میشه، دو تا دستشو بلند کرده به درگاه خدا، تو خلوتی نشسته فریاد میزنه یا رب یا رب، دستشو میتکنه، با سوز دعا میکنه. این صدا رب العالمین خیلی دوست داره از بندش بشنوه، صدای لرزان توأم با سوز، مثل شمعی که داره میسوزه، تقاضای عفو و بخشش میکنه. از اون طرف تقاضای مقبولیت و توفیق میکنه.